بیشتر جوانان افغانستان که برای کار به کشورهای همسایه می روند معتاد برمیگردند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر ضمن بیان این مطلب تاکید می کند که بیشتر مواد کیمیاوی که در ساخت هیروئین و سایر مواد مخدر از آن استفاده می شود نیز از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. از سوی هم مسئولان محلی در هرات می گویند معضل اعتیاد در این ولایت جدی است و دولت مرکزی باید در این زمینه اقدام کند. به این گزارش توجه کنید. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور که در گرد همایی زنان و فعالان مدنی در ولایت هرات اشتراک کرده است میگوید مشکل اعتیاد در کشور جدیتر از کشت مواد مخدر است و بیشتر جوانان افغان که برای کار کردن به کشورهای همسایه میروند معتاد به افغانستان برمیگردند. طبعا زمانی که مواد پیشساز وارد میشه از کشورهای همسرحد ما طبعا که افراد معتاد هم وارد میشه و اما هموطنهای سالم ما که به خاطر دریافت کار و کشورهای همسایه میرن به شکل مدرنش استفاده مواد مخدر یاد گرفته و اوزو استفاده کرده من ایسی یک افراد معتاد آتل باطل به وطن برمیگردن. در همین حال مسئولان محلی در هرات میگویند در سالهای اخیر شمار افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت به طور چشمگیری افزایش یافته و برای تداوی این معتادان دولت مرکزی باید جدی اقدام کند. والی هرات میگوید کشت مواد مخدر این ولایت بسیار ناچیز است اما شمار معتادان تکان دهنده است. توقع ما از وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر دو چیز است. اولی که در راستای شناسایی، جمع‌آوری و تداوی معتادین یک هماهنگی بسیار خوبی را با وزارت صحت عامه و اینا ایجاد بکنند و ما را کمک کنند در این راستا و کمپای ترک اعتیاد که فعلا در ولایت هرات فعال هستند اونا مجوز قانونی از وزارت صحت عامه دارند اینا را تقویت بیشتر بکنند. از سوی دیگر شماری از نماینده های مردم هرات در مجلس نمایندگان برنامه های حکومت در زمینه مبارزه با مواد مخدر را ناکارآمد می خوانند. آنان تاکید می کنند که پول هنگفتی برای کاهش کشت مواد مخدر و تداوی معتادان وارد کشور شده است. اما این پول ها در جاهای مناسب مصرف نشده است. همه دست به دست هم بدیم که بتونیم با این پدیده شوم مبارزه کنیم. در غیر از این به تنهایی حکومت که کاری کرده نمیتونه. بیشتر از این ما با ولی صاحب وزیر صاحب نشست داشتیم. تمام کارمندای مبارزه با مواد مخدر در کل افغانستان 500 نفر است. خود شما میفهمیم این وزارت یک وزارت ساخته و پرداخته کشورهای جهانی شد. بر اساس آمارها همکنون نزدیک به 70,000 مرد، زن و کودکان معتاد در ولایت هرات زندگی می کنند. مسئولان محلی در هرات می گویند برای تداوی این همه معتاد امکانات وجود ندارد و دولت مرکزی باید امکانات بیشتری در اختیارشان قرار دهد.